اعمال فصل 22. ای برادران و پدران، به دفاعی که هم اکنون به عرض شما می رسانم توجه فرمایید. وقتی آنها دیدند پولس به زبان عبرانی با ایشان صحبت می کند، خاموشتر شدند و گوش دادند. پولس ادامه داد و گفت: من یک نفر یهودی از اهالی ترسوس قلیقیه هستم، ولی در این شهر در خدمت غمالائل پرورش یافتم و دقایق شریعت آبا و اجدادی خود را آموختم، و همین طور که شما امروز نسبت به خدا غیور و متعصب هستید، من هم بودم و تا سرحد مرگ پیروان این طریقه را آزار می رسانیدم و آنان را چی مرد و چی زن به زندان می انداختم. کاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود شاهد هستند، زیرا ایشان نامه های به برادران یهودی در دمشق نوشتند و مرا به آنها معرفی کردند. پس من به طرف دمشق رفتم تا مسیحیان را دست بسته برای تنبیه به اورشلیم بیاورم. اما وقتی در راه بودم، در حوالی دمشق نزدیک ظهر، ناگهان نور شدیدی از آسمان به دور من درخشید. من به زمین افتادم و صدای شنیدم که می گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ پرسیدم: ای خداوند، تو کیستی؟ جواب داد: من عیسی ناصری هستم که از تو جفا می بینم. همراهان من نور را می دیدند، اما صدای کسی را که با من صحبت می کرد نمی شنیدند. من عرض کردم: خداوندا، چی کنم؟ خداوند به من گفت: برخیز و به سوی دمشق برو و در آنجا کارهایی که به تو آگذار می شود به تو گفته خواهد شد. چون به علت درخشندگی آن نور من نابینا شده بودم، همراهانم دست مرا گرفتند و مرا به دمشق بردند. در دمشق شخصی به نام حنانیا زندگی می کرد که مرد خدا ترس، تابع شریعت و در بین یهودیان نیکنام بود. او پیش من آمد و در کنار من استاد و گفت: ای برادر شاول، بینا شو. که فوراً بینا شدم و به او نگاه کردم. او ادامه داده گفت: خدای پدران ما تو را برگزیده است تا اراده او را درک نمایی و بنده عادل او را ببینی و صدای او را از دهان خودش بشنوی، زیرا تو در برابر همه جهانیان شاهد او می شوی و به آن چی دیده و شنیده ای شهادت خواهی داد. حالا چرا معطل هستی؟ برخیز، تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو. وقتی دوباره به اورشلیم آمدم، یک روز در خانه خدا دعا می کردم که به حالت جذبه فرو رفتم و در رویا عیسی را دیدم که می گفت: زود برخیز و اورشلیم را ترک کن، زیرا اهالی این شهر شهادت تو را درباره من قبول نخواهند کرد. گفتم: خداوندا، اینان می دانند که من همان شخصی هستم که مؤمنان تو را به زندان می انداختم و در کنیسه ها آنان را می زدم، و وقتی خون آن شاهد تو استیفان ریخته شد، من در آنجا استاده بودم و با آن کار موافقت کردم و نگهبان لباسهای قاتلان او بودم. اما او به من فرمود: من تو را به جاهای دور و پیش مردم غیر یهود خواهم فرستاد. جمعیت تا اینجا به او گوش می دادند، اما وقتی این جمله را به زبان آورد، بار دیگر فریاد کردند: او را بکشید، چون این کسی نباید زنده بماند. در همان وقت که مردم با هیاهو لباسهای خود را در هوا تکان می دادند و گرد و خاک بلند می کردند، قماندان امر کرد پولس را داخل قشله نمایند و با تازیانه از او تحقیقات کنند تا معلوم شود به چی علت این هیاهو بر ضد او برپا شده است. وقتی او را برای قمچین زدن بستند، پولس از صاحب منصبی که آنجا ایستاده بود پرسید: آیا شما اجازه دارید یک نفر رومی را بدون آن که
سرش حکم شده باشد بزنید. وقتی صاحب منصب این را شنید، پیش قماندان رفت و گفت: تو میدونی چی میکنیم؟ این مرد یکی از اتباعی روم است. قماندان پیش پولس رفت و از او پرسید: بگو ببینم، آیا تو رومی هستی؟ پولس گفت: آره. قماندان گفت: برای به دست آوردن این تابعیت من قیمت گزاف پرداختم. پولس گفت: اما من با آن به دنیا آمدم. پس آنها که می خواستند از پولس تحقیقات کنند، با عجله از آنجا دور شدند و قماندان هم که به امر او پولس را بسته بودند، وقتی فهمید او تبعی روم است بسیار ترسید. در روز بعد چون قماندان می خواست علت موضوع و حقیقت همه را بداند، بندهای پولس را باز کرد و امر کرد سران کاهنان و شورای یهود تشکیل جلسه دهند و سپس پولس را به آنجا آورد و از او خواست در برابر آنان بیست.